رئیس جمهوری میانمار در حالی سفر تاریخی خود به آمریکا را آغاز کرد که شماره کمی از مخالفان دولت او در اطراف کاخ سفید تجمع کردند. این برای اولین بار در 47 سال گذشته است که رهبر کشور میانمار برای دیدار با رئیس جمهوری آمریکا وارد این کشور می شود. از 2 سال قبل که دولت جدید با آزاد کردن زندانیان سیاسی از جمله آنگ سان سوچی اصلاحات را آغاز کرد، تحریم‌های آمریکا علیه میانمار کاهش پیدا کرده. چین سین رئیس جمهوری میانمار گفت در مسیر اصلاحات دموکراتیک چالش‌های بسیاری در انتظار ما هستند، از جمله فقر. در حالی که سیاستمداران آمریکایی معمولاً میانمار را با نام سابقش یعنی برمه می‌خوانند، آقای اوباما در این دیدار بارها این کشور را میانمار خواند. باراک اوباما با اشاره به خشونت‌های صورت گرفته علیه اقلیت مسلمان در میانمار گفت که این روند باید متوقف شود و آمریکا آماده است که به کمک دولت میانمار و جامعه جهانی هر کاری را که لازم است برای پایان دادن به خشونت‌ها و کمک به مسلمانان در میانمار انجام دهد. آقای اوباما تأکید کرد که حقوق انسانی آنها باید در دراز مدت هم پاس داشته شود. ماه گذشته شورش‌های ضد مسلمانان در میانمار جان دست کم 40 نفر را گرفت. سال گذشته در جریان خشونت‌های صورت گرفته بین مسلمانان و بودایی‌ها دست کم 200 نفر کشته و 10 نفر آواره شدند.